از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آیه افضل رضا سلام و عرض ادب. آیه افضل رضا، با توجه به هشدار شدید پاکستان به طالبان مبنی بر پایان دادن به حمایت از تروریسم فرامرزی، به نظر شما آیا طالبان توانایی و اراده کافی برای مهار تحریک طالبان پاکستان و جلوگیری از حملات تروریستی با پاکستان را داره و یا خود هم دست این گروه است؟ بفرمایید. بنده نظر سلام دارم خدمت شما همکار گرامی و بینندگان محترم این بخش برنامه. ببینید، با توجه به ایدئولوژی که نزدیک تحریک طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان به نظر نمیرسه حاکمان موقت به اصطلاح دولت موقت در افغانستان بخوان کاری از پیش ببرن. این هشدار جدی پاکستان در کنار همان مواضع تکراری دولت اسلام آباد در هشدار به دولت کابل و اینکه اونا رو به اونا اخطار دادن نسبت پیامدهای عدم همکاری، اینجوری دیده میشه که حتی همین امروز صبح نیست ارتش پاکستان خبر از دفع نفوذ عناصر تروریستی طالبان پاکستان به خاک خودشونو دادن. مواضع جدید دولت پاکستان هم میشه گفت که اینطور قلم داد میکنه در کنار تنش‌ها، در کنار مواضع سختگیرانه دولت پاکستان، اسلام آباد همچنان چشم به امید همکاری و تعامل با طالبان افغانستان دوخته، هرچند که به نظر میرسه طالبان افغانستان در کنار فشارهایی که از سوی اسلام آباد داره میبینه بازم مدعی تلاش برای میانجیگری بین دولت اسلامی و طالبان پاکستانی هستش. هرچند رهبری نظامی فعلی پاکستان هیچ تمایلی به مذاکره ندارن، کما اینکه نماینده سابق ویژه دولت پاکستان در امور افغانستان نیست که در تلاش برای متقاعد کردن حاکمیت و نظام این کشور برای تعامل با طالبان افغانستان بودم نیست، به خاطر این مواضع مختلف از کار خودش برکنار میشه. به نظر میشه روزهای سختری در انتظار نیروهای امنیتی پاکستان هستش در مقابل با طالبان پاکستان در مرزهای مشترکش با افغانستان. بله، با تشکر از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.